به نام خالق زیبایی ها و خداوند مهربان درود و سلام خدمت شما برندگان عزیز تلویزیون استقلال امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشین و مثل باران بهاری شاد و خورم و با تراوت باشین و مثل این سبزه ها هم سر حال باشین ایام بهار هست و سفر به قریجات حال و هوای خاص خودش را دارد ما امروز باز هم آمدیم سمت یک از قریه های زیبای ولسوالی گذره و قرار هست یک از برنامه های بهاری سیمای روستا را ثبت بکنیم اینکه در این قریه حرف از چی قرار هست گفتنه های مردم چی هست چی زیبایی های در این قریه وجود داره و در مسیر راه چه فضاهای جالب و دیدنی وجود داره که با شما عزیزان شریک بکنیم در ادامه خواهیم فهمید ما را همراهی بکنین و از برنامه سیمای روستا لذت ببرین و ناگفته نماند قریه ای که ما امروز مهمان مردم مهربانش هستیم قریه پشتون آباد ولسوالی گذره هست بریم به پشتون آباد که چه خبر هست در نزدیکی قریه پشتون آباد ولسوالی گذره رسیدیم ارباب این روستا مسئولیت قریداری دو روستای دیگر به نامهای نوراباد و جلالاباد را نیز دارد باشندگان این قریجات جمع شدند و منتظر تیم سیمای روستای تلویزیون استقلالند. با رسیدن به اونجا قریدار معلومات اولیه روستاهای مربوطش را ارائه کرد خب بینندگان عزیز برنامه سیمای روستا از تلویزیون استقلال آمدیم در یک از مناطق ولسوالی گذره هرات در کنار ارباب صاحب بزرگوار قریجات پشتون آباد جلال آباد و نور آباد ولسوالی گزره هستیم محالی محترم و مهربان قریه جوانا و موسفیدان و بزرگان اخشار مختلف در کنار ما هستند بیشتر از وضعیت مردم از روال زندگی مردم مشکلات و چالش های مردم خواستیم امروز آگاه شیم و خواست و گفتنی ها یا حرف های دل مردم را داشته باشیم و به نشر بسپاریم تا که مسئولین کسانی که میتونه به هر نحوه دست مردم دوردست مردم محروم مردمی که حرف برای گفتن دارن برای مشکلاتشون رسیدگی صورت بگیره جناب ارباب سی بزرگوار در نخست ممنون از اینکه امروز بر ما وقت دادین سپاسگزار شما هستیم یک معرفی بکنین در نخست نام شما نام ما ولی محمدی فرزند محمدین از ولسوالی گزاره کریه پشتون آباد هر اینجا از سه پشتون و نور و جلال سلامت باشین ارباب سه بزرگ بار همی اربابی چطور انتخاب میشه چگونه هست چه امتیاز داره ای اربابی امتیازش خدمت مردم است یک دومم اربابي به انتخاب ملت میشه به انتخاب نفوس میشه به انتخاب مردوم اس <applause> رضایت اونا باید باشه بدوني رضایت مردوم اربابي شورا بزرګي کدام مشر داخل کاریها هیچ نوه ن میشه ک ایماي مردم در بغل خونه داشته باشه حتما باید ز مردم حمایت وکنه مردم یمایه کنه تا او ارباب بشه بغت به با دیگه کشورا شاید باشه کی ارباب امتیاز پولی داشته باشه یا ماش داشته باشه یا تنخد داشته باشه با افغانستان باید خدمت کنی هم خدمت امتیاز ماشیت اس خو 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 یعنی کوم امتیاز مشخص شما ندارهن فقط نه. خدمت میکنین او مشکلات مرز طرف دولت او از طرف کاریه هیچ امتیاز دیگه نیست امتیاز همین است که ما خدمت میکنیم امی ما واسه ما ما هم ماش میدانیم هم امتیاز خواب خواب. بسیار علی خداوند قبول بکنه ان از شما جناب ارباب سه بزرگوار شما ارباب سه قریه هستین بله برادر ما ارباب سه قریه پشتون آباد و نور آباد و جلال آباد این قریه ها چقدر از مرکز شهر فاصله داره چ... چی محدوده را در بر گرفته کی تاسیس شده ای تقریبا بیشتر برات معلومات بدم ای 20 سال میشه ای کاریا تاسیس شده که همین مردوم مردم سال به سال اضاف شده بیامده، قبلان قبلا یک شورا انکشافی داشتیم به نام نورآباد امی حال هم هسته، وجود داره رئیس شورایش هم وجود داره به نام گل محمد رئیس شورایش است واختی چې مردوم زیات شو 6 شوړه تشکیل شول انځر نورابات به جای خو در په لويش پښتنو باد به خو شورا شو جلال آباد هم شورا شو نه پوس از دیګ کریا ام انځر بلخره اومد به ما مردوم منحل شو دت شو کته ما نه پوس زیات شو ای 20 سال میشه به همین م... انځر مردوم بیا مده از مختلفه ولایتو اماده از بامیان هست دای کندی از پا... پراح هست از یلمن هست از پاریابو بدغس هست از مختلف ولایتانجه مردم هست انجه زندگی میکنه چقدر از شار فاصله داره چند کیلومتر تقریبا 20 کیلومتر یا 22 کیلومتر از خودی مرکز 16 کیلومتر یا 20 کیلومتر از ګولسوالی خوب فاصله داره خب نفوس چقدر هست در انجه اگر آمار بدین برمو برای شما اگر آمار بدم انجه تقریبا 750 760 خانوار اینجا زندگی میکنه طوری که شما صحبت کردین از ولایات مختلف از اقوام مختلف از مذاهب مختلف در اینجا زندگی میکنه چگونه هست رفت آمد ها رویه ها دوستانه هست متحد هستین چیگونه هست ارتباط و رفت آمد خیلی دوستانه هست. ما از یه چیز بالاخره تجربه اصل کردیم غیر ازی که ما مردوم از دستي جنگ او قوم پرستی مذهب پرستی په داخلي وطن افغانستان ازيکه برباد شوديم ديگه چيز ما نه يافتيم داخلي ما به يال رسیديم به ادب خود رسونديم که بلخره غير ازي اتفاق اتحاد یک بردیگه اعتماد ديگه چيز انجه باکي پیش ادمه نه مې موننه او ادمه به جام نه رسونه ای څن وو چیزه چې ادمه به جامه رسونه اتپاق بشه اتیاد بشه په با مابین ما درستهس ما مذهب دریم په دنبال مذهب نه باید بریم حمو بوره رښتیا په داخلي افغانستان ما په یگ نام انجه صدا میکنیم اگر پارسی از ما پرسان میکنه کی استی ما میګم افغانم اگر پښتو پرسان میکنه کی استی افغانم پس یگ افغانم انجه ما په دنبال مذهب او مذاهب نه باید بریم mesti برادر هم تو ژوندې کونی دقیقا اگر به همین شعار عمل شوه هیچ مشکلی بین ما و شما بین کل کشور نمیمونه بین اقوام مختلف مذاهب مختلف اقشار مختلف که در کشور زندگی میکنه متاسفانه هر که ما ضربه خوردیم از به اتفاقی و بی بوده و حرف شما بعد از چندین سال جنگ و اختلاف باید مردم عبرت گرفته باشه و درس گرفته باشه باید درس بگیره باید عبرت بگیره باید با اولاد خوب که به دنبال یک شخص یک مذهب یا کاسیناریوم کې شومره बर्बाद میکنه په خاطر منافی شخصي خو پولا ربه بره بانګای پاریس او امریکا او نيوارک ونجه سرمایه‌ګزاری کنه مردوم افغانستان اواره تشنه گوشنه په دنبلي او بدو خوده بکوشنه دغه اولاد خورم به کشتن نه ده خپم बर्बाद نکونه سرمایې خورم گم نکونه پیښونه ونه همي ته مردوم بوت که همیشغ به خونې ما مردوم بازی کډ او ما مردوم پروخت باز هم من تشکر ارباب سی بزرگوار گپا بیشتر سیاسی نشوه ما به شما از این صحبت بکنین که مردم که در اینجا زندگی میکنن طور شما صحبت کردین از 20 سال به این طرف آمدن از ولایت مختلف از جاهای مختلف دلیل چی بوده؟ دلیل ما... مهاجرت ها چی بوده؟ جناب یکیمی صاحب باز سیاسی نیست این درد ماست میخوام به مردم خواه اگه بدم و شما بگم که شوماز بهتري ما از از ما کده بهتړتره ميپمي به يګپ ای یک درد است ما باید دست به با دست هم دیگر بدیم ای به خاطر اتفاق و اتحاد مردم خو گفتم چی زره به طرف سیاست نمیریم سیاست بند به جای خو دقیقاً خاطر برنامه برنامه تفریحی و برنامه است که بیشتر تصویر ها باید به تصویر کشیده شود ما گفتیم که کمتر صحبت شود از این مسائل به هر صورت حرف شما دقیق است ما تایید میکنیم و همه کسایی که میبینه هم منصفانه اگر قضاوت بکنه تایید میکنن دلیل مهاجرت ها چی بوده جناب خوب صاحب وزیر پس از ما میپرسید دلیل ما جرات هم همی چیز بود ک مردوم ماجر شد همی ک برات گفتم یعنی جنگونه بله بله 100% همی چیز بود مردوم اونجا انځه یګ غلطه اماده بود جناب یکی مسای بعض از مفرسان ک دی چیزه خائد خائد الا ته اماده بود اگر به دنباله ش نه میروتی باید پیرار میکردی از وطن ایم مجبور شد مردوم ک از یګ ولایت به دیګ ولایت بره اونجا بخو پنج ورځې همي اولاد خو راځي ځنګ او از بو دایرهت از, از زیر تاثیر حکومرانه نگاه دره بخو